عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا، برای تحلیل این گزارش همراه ما هستند. آقای حفیظ با سلام و عرض ادب، بفرمایید که دلیل آزادی عمل گروه‌های تندروی سنی مانند تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان و القاعده در افغانستان در زمان حکومت فعلی طالبان چیه و آیا همین مسئله دلیل محکمی بر همدستی طالبان با آنان نیست؟ بفرمایید. با عرض سلام و درود خدمت شما و تمامی بیننده ها و شنونده های تلویزیون وزین شما. ممنونه. متاسفانه که طالبایی که فعلا در افغانستان حاکم است، دو گروه تروریستی قدرتمند فعلا در افغانستان که حاکم است، یکی گروه طالبا و دیگه هم گروه حقانی، اینا با چند سال پیش در فهرست تروریست های بین المللی قرار داشتن، امروز در یک مملکت بالای 40 میلیون انسان حاکم شده. حکومت دو گروه تروریستی باعث شده که برای سایر گروه های تروریستی در افغانستان آزادی عمل داده شود و همیشه منافع گروه های تروریستی در یک جای گره می خورد که او مواد مخدر و قاچاق و قاچاق آثار عتیقه و قاچاق سایر اجناس گران قیمت است که یک سرزمین را امروز دو گروه تروریستی فتح کرده و سایر گروه های تروریستی هم به نحوی از آنها در سایه این دو گروه بزرگ تروریستی فعالیت دارد که متاسفانه برای منطقه و برای جهان بسیار خطرناک است. ما نه تنها که امروز بارها صدای خود را بلند کردیم و باز هم برای جهانیان این صدای خود را بلند میکنم که اگر کشورهای همسایه، اگر کشورهای منطقه و اگر کشورهای جهان برای افغانستان و برای جلوگیری این گروه های تروریستی و حکومت تروریستی طالب اینا اقدام نکنه، قطعا 5 سال بعد افغانستان به یک خطر جدی برای جهان تبدیل میشه. چرا؟ به خاطر از اینی که فعلا بیش از 11,000 مدرسه افراطیت و تولید و تربیه تروریست ها در افغانستان فعالیت دارد و در سال گذشته وزیر تحصیلات عالی طالبان خبر دادند که بیش از 5,000 مدرسه استشهادی و مدرسه افراطیت باز هم اینجا میشن و همچنان مراکز آموزشی که در دوران جمهوریت فعالیت داشتند، در چند قبل ما خبر شدیم که آنها هم گفتن که بعد از اینها هم به مدارس دینی افراطیت تبدیل شود. شما فکر از این را بکنیم که 11,000 جمع 5,000 16,000 میکنیم و ده ها هزار مراکز آموزشی که سابق وجود داشتن آنها هم بیاید درس افراطی بده، سال 1 میلیون تا 2 میلیون انسان تروریست در افغانستان تربیه میشن و این یک خطر بزرگ برای جهان است. امان رقمی که پاکستان این گروه های تروریستی را به دامن خود پرورش داد و امروز دامن خودش آتش گرفته، ما به یقین گفته میتونم که هم دامن ایران، هم دامن پاکستان، هم دامن کشورهای آسیای میانه که امروز با در یک کاسه غذا میخوره و هر کشوری که با این گروه تروریستی اینا مراوده میکنه، اینا تبانی میکنه، قطعا او بیشتر از همه رقم که دامن پاکستان را در قدم اول گرفته دامن دیگرایش هم میگیره. ایر مطمئن باشه که بالای 40 میلیون انسان مظلومی بیچاره بیپناهی زجر دیده فقیر افغانستان دو گروه تروریستی را آورد حاکم کرد، یک روز دامن همه از اینا را آتش میگیره. این گپ به پیش شما نشانه باشه و این مصاحبه ما به شما باشه که 5 سال بعد اگر جلو از یا گرفته نشوه کلی منطقه را اگر اینا با آتش نکشن، من افغانستان را میشناسم، من سنگ افغانستان را میشناسم، انسان افغانستان را میشناسم، در بین مردم افغانستان زندگی کردیم. قطعا آنقدر خطرناک است، شاید برای خیلی کسا آسان معلوم شوه یک چند گروه است مهار شدنی است. شما فکر کنید که سالانه 2 میلیون تروریست تربیه شوه و اینا هم همهشان آماده بیش رفتنی که بیشت جعلی خودشان خلق کرده، بیشت جعلی ایره که خودشان نشان میده برای نابودی انسانیت، برای نابودی حقوق بشر، برای نابودی انسان اینا فعالیت میکنه.
بجز اونمو گپی که ملاهای افراطی تروریست برشان میگه دیگه چیز داره اینا نمیشنوه. بنان خطر جدیست برای جهان، اینا به سلاحهای پیشرفته رفته دست پیدا میکنه، با تکنولوژی پیشرفته داره دست پیدا میکنه و جهان و منطقه را به مخاطره میندازه. بله تشکر میکنم از شما عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا که برای تحلیل این گزارش همراه ما بودند.